بابک اسحاقی همکار ما تل‌آویو همراهمونه. بابک، از دو سه ساعت پیش خبرها بود در رسانه‌های اسرائیل در مورد اینکه قرار هست این توافق اتفاق بیفته، از واکنش‌ها حالا برای ما بگو. بله، دقایقی پیش بحرین رسما تبدیل به چهارمین کشوری شد که با اسرائیل توافق صلح امضا میکنه بعد از مصر، اردن و امارات. آقای ترامپ گفتش که عبدالظریف الذیانی وزیر خارجه بحرین همزمان با امارات متحده در ایالات متحده یک پیمان صلح و عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا خواهد کرد. همانطور که گفتین، از ساعت‌ها پیش در اسرائیل انتظار می‌رفت که این خبر گفته بشه. امارات متحده عربی از این خبر دقایقی پیش استقبال کرد و ایران این پیمان را محکوم دونست. وزارت خارجه بحرین هم در توییتی نوشت که توافقی تاریخی به ثبت رسید که به صلح در خاورمیانه کمک میکنه. اما در داخل اسرائیل آقای نتانیاهو در یک بیانیه‌ای که استثنایی اینجا عنوان شد به خاطر که اینجا شنبه مقدس هستش و مذهبیون اجازه نمیدن که بیانیه‌ها بیرون بیاد، ولی آقای نتانیاهو در یک فیلم کوتاهی که قبلا ضبط کرده بود در اونجا گفتش که من بسیار هیجان زده هستم و امشب ما به توافق صلح دیگری با یک کشور عربی دیگر به نام بحرین رسیدیم. توافق صلحی که پس از 26 سال با امارات به ثبت رسید، درست 29 روز بعد با بحرین این توافق به ثبت رسید. این دوران جدیدی از صلح. آقای نتانیاهو چندین بار از صلح برای صلح نام برد و در اونجا خواست نشون بده که در مقابل صلح با بحرین و امارات اسرائیل مجبور نشده که چیزی را در مقابل به اونها بده. در کنار این روابط پنهانی بین اسرائیل و بحرین سالها ادامه داشت و انتظار می‌رفت که این قرارداد صلحی که با امارات امضا شد پس از اون بحرین به اون بپیونده. بحرین خودش را مورد تهدید جمهوری اسلامی ایران میدونه و به خاطر اینکه بسیاری از اهالی بحرین شیعه هستند و این امکان وجود داره که با کوشش جمهوری اسلامی ایران اونها بر ضد حکومت بحرین شورش بکنن، یک پیمان استراتژیک را بحرین میخواد که به ثبت برسونه که در اون امارات متحده عربی، ایالات متحده و اسرائیل حضور دارند. حال باید دید که واکنش ها فردا در اسرائیل به این خبر چگونه خواهد بود. بسیار عالی، ممنونم از تو بابک اسحاقی که از تل‌آویو اسرائیل با ما همراهی کردی.